یه بستنی فروشی خیلی خفنی بود. چه طعمی دوست داری؟ کوریا فرنگی بده. اشن من مال پیستاسیه یاسس وافل وافل چوبش خوش میکنه گلو تو بابا نونه خوش بهتره سیر میکنه بهتره میگاسی چوب نخوردیم یاسس نخمه نیازی اوکی ورکام سودن بچه ها دوستمونم بلغاریه اسمش نیازی همون بلغارستانی من فارسیم خیلی ضعیف تو در جریانی کلی کلی کم فارسی بلد یه دقای اوه نو اف این کام آقای از من سیشکیب کنید تو اینجا دنگی دیم بورم از کورش گفتم بعد اون دوبین امرامو به انام دادم آره همچون زادی بچه اومدیم قدر خوره اینو ردبول دارم ردبولش هم وسط نصفه ردبولشون نصفه میخوری؟ خب رومانتیک کنم بیا شم برای تو بودم فقط آتیش نداره چه خفنی خب پوریا چطور بود؟ خوش گذشت ها؟ آره خیلی منگوش خوب بود منم حال کردم الان که پولم پرداخت کردیم میدونی وقت وقت چیه؟ از این مجانیه جنس مجانی رو باید کاپید باید چاپید مال دولت باید چاپید کاپید آش یه سورپرایز خیلی خفن دارم برای پوریا الان بریم که سورپرایزش کنیم ما خسیس نیستیم این مرغا اینا شستن بقیهش اونجاست باور کنید ما خسیس نیستیم هیچ وقت خسیس نباشید بچه تو جایی که میدونید لذت ببرید مخصوصا وقتی که میخواید به شکمتون برسید همیشه لذت ببرید یه نکته دیگه من همین الان بهتون بگم توی فردا تو کامنتو منو سرویس نکنید من تو خودم نشوشیدم به خدا نشوشیدم این آب این ریخت بچه اولین کاری که میکنیم اینه که بعد بریم برنجمونو بذاریم ما بریم برنجمونو بذاریم برنجمونم برنج خوشمزه است با پلوپز اینم جایزه هم بوده بچه‌ها دارم الان میگم چوسی پلوپز بیام آره یه بریم برنجمونو بذاریم من انگلیش هم میدونی چون تو آلمان بزرگ چه بیا پایین کن بخشی برنج تو بسمتیه بسمتی تو ایران هم میگن فکر نکنم بهش تو ایران میگن دونه بلند یه پیمانش ها یه پیمانه فقط برای پوری هست شیش پیمانی برای پوری ها ما هر چقدر پیمانه که برنج ریختیم یه کوچولو بیشتر آب توش میریز الان دو پیمانه و ربع مثلا برنج بود ما حالا دو پیمانه و 75 یا 80 آب فکر نمی‌کنی بعد سه پیمانه بریزی؟ همون سه پیمانه هم میتونیم بریزیم هیچ ایرادی نداره این یک این دو اینم سه سه پیمانه شد این از برنجمون خب بعد باید یه بند انگوش بکنی روش هیچ وقت انگوشت رو تو غذا نکن چرا؟ چون که دست کثیفه اینگه کلی باکتری داره واسه همین البته بچه انگوشتای من تمیزه یکم نمک هم میریزیم یک لایه خواهی روغن نداریم حالا سر روغن نمیذاریم چرا آخه ما باید روغن بریزیم که همون اینجوری شه وقتی که روسیه با اوکراین جنگ کرده متاسفانه توی اوکراین دیگه برنج و چه میدونم روغن اینجور چیزا نیست ما آلمانم هر چیزی که داشته فرستاده برای اوکراین برنجمون رو میذاریم بپزه الان میریم سراغ خورش اولین کاری که میکنیم ما گوشتمون رو خیلی لطیف به صورت شیار شیار اینجوری کاش میزنیم به گوشت خوشمزمون رو آقا مهران سوال یک جان دلم بفهم دقیقاً کی رفتی آلمان چرا رفتی در مورد اون روزهای آخر بگو لطفا 17 سالم که بود رفتم آلمان شد تقریبا سال 2014 هر هفته که داره میشه 26 سال من 13 سالگی سر کار میرفتم توی ایران هم مدرسه میرفتم هم سر کار روزهای آخرم فکر کنم تو یه هفته آخر توی ساندویچی کار میکردم توی شیراز عادل آباد سر نفس ساندویچی 110 یعنی هنوزم اگه برید اونجا بپرسید میرانو میشناسید 8 سال پیش اینجا کار کردی یا نه بهتون میگم نه روزهای آخرم برام سخت بود یادم میاد آخرین روز رفتم رفیق صمیمو دیدم بعد اومدم آلمان الانم فکر کنم 8 سال ندیدمش خانواده‌ام هم ندید روزای سختی بود اشک پیازا یه مرد که هیچ وقت اشک نمیریزه سوال نکست اگه برگردی به گذشته باز آلمان رو انتخاب میکنی یا میری کشور دیگه اگه برگردم به گذشته 100% آلمان انتخاب میکنم چرا چون که آلمان از لحاظ خدمات و اینا با خارجی ها خیلی خوبه نسبت به کشورهای دیگه آدماشون هم دوست دارم نمیدونم چرا 8 سال اینجا اصلا عادت کردم با شخصیتشون با فرهنگشون با همه چیزشون عادت کردم البته اینا بستگی به این داره که تو چقدر پول در میاری یا اینکه چه کاری داری انجام میدی مثلا اگه پناهندگی باشه 100% آلمان ولی اگه مولتی میلیونر باشم خب میرم کوبا کابانا نمیدونم من گفتم هست به اسم برا برا اونجا میرم یا اصلا میرم اسپانیا واسه خودم ویزا میگیرم اشغال میکنم مهران داداشم دستم به دامنت میخوام PS5 بگیرم 10 تومن پول کم دارم نمیدونم چیکار کنم کمک بده خب PS5 نگیر
من خودم PS4 رو فروختم، پول نداشتم، تقریبا یه سال PS5 نداشتم. اگه بخوای به کسی انگیزه بدی چی بهش میگی؟ ببین جمله انگیزه اگه بخوام بدم، خب من کسی نیستم که بخوام به کسی انگیزه بدم. از این کارا من نمیکنم آقا. همیشه من میگم انجام بده، فقط انجام بده. مهم نیست چیه، درسته، غلطه، اشتباهه، بعد انجام بده. هر وقت که انجام دادی یعنی که یه قدم اومدی جلو. اگه امروز میخوای بری باشگاه، نگو میخوام برم باشگاه فلان کنم. انجام بده، پاشو انجام بده. پس اگه یه وقت جواب تلاشت رو نگرفتی، بدون که به احتمال زیاد واسه تمل بازی بود. سوسماس کره بزنیم چون که روغن نیست. پوتین جک شروع میکنه، ما اینجا روغن نداریم. بحثش آخه بحث پوتین شد. تا حالا دزدی کردی؟ هیچ وقت دوست ندارم دزدی کنم. یعنی اگه مثلا میدونم اگه یه چیزو بدزدم تا آخر عمر عذاب وجدان دارم. ولی بچه‌ای که بودم یادم میاد با مادرم رفتیم تو گناوه زندگی میکردیم لب دریا. بعد اونجا یه بازاری داشت، بازار میوه فروشی بهش میگفت. بابام چند وقت بود که فوت شده بود و وضع مالی چندان درستی نداشتیم. بعد با مادرم رفته بودیم خرید. من همیشه میدونستم که مادرم مثلا زیاد وضعش خوب نیست. خودم یه چیز دوست داشتم بهش نمیگفتم، روم نمیشد. وقتی بچه بودم همینجوری بودم. 11 سالم بود فکر کنم. کمتر، فکر کنم 9 سالم اینا بود. رفتم بازار، طرف داشت دست فروشی میکرد، جنس میفروخت روی میز. زیر میز چند تا خرمالو گندیده بود. من هم بچه بودم، کوچیک بودم، رفتم زیر چادر مادرم چند تا از این خرمالو رو برداشتم، فکر کنم 2 تا رو برداشتم برای خودم و داداشم. طرف دید منو، کلی دعوا کرد، گفتش که اینا خرابن، خوب نیستن، ولی اگه همینا هم میخوای بعد ازم اجازه بپرسی. وای به داد، ولی گفتش اگه میخواستیم گفتی خرمالو خوب بدی دادا. آبه نداد آشغال. برای خورش تو خوشمزه اون. بعدش میریم واسه یه دومه سوالا، کلی سوالات جنجالی. بول گوش بدم بهش بزا. کسافت، من نزدیکت میرم فرار میکنی. الان که وقت غذاست دوستم داری نه؟ این از ایناست که تو رو فقط مثلا واسه پولت میخواد. نمیخوره؟ نه، باید چند ثانیه بگیری جلوش. بیا بخور بول. خیلی افاده‌ای خان. با زبون داره اول چیز میکنه، مزه میکنه. چی اون؟ من میتونم دست بزنم بهش؟ نه. غذا دادم به. چه آشغالیه. آسمون یکم نمک نشاسه. ببین الان دیگه واقعا بعد دستم بشه. دستمو بزنم. معنای تتو دست چیه؟ نمیدونم بچه بود. چی زدی؟ این قبلا مد شده بود. فکر کنم چند نفر دیگه هم زده بودن. نماد پادشاهیه دیگه. چند سال بود زدید؟ من 19 سالم بود. الان پشیمون شدم. یعنی الان دوست دارم اینو عوضش کنم. در عمدم عوضش میکنم. اینجام کامل تتو میشه. اینجا تتو میشه. اینجا تتو میشه. رفتیم سراغ اصل کار. روغن هم نیست توی آلمان، نجبوریم که کره بزنیم. اوه چه حس خوبی داره نه؟ این چیزو باز میکنی؟ اول از همه حس خوب و باز کردن یه چیز داره مثل آنباکسینگ. بعد از آنباکسینگ دیگه اون کاری که شما خودتون میدونید. بس نه؟ خودتون باهم بتوخ کنی؟ آره خب کمه بزن. این کره آخه گرونه. هیچ وقت خسیس نباشید. یه کوچولو پیازمونو تفت میدیم، ادویه میزنیم به پیازمون، مثلا زردچوبه پیازمونو که ادویه زدیم و تفت دادیم. بعد مرغا سیب زمینی. اولین چیزی که باید سرخ کنیم پیاز، بعد مرغ رو سرخ می‌کنیم، بعد سیب زمینی، بعد که سیب زمینی رو هم سرخ شد بعد آب می‌زنیم برو رو گوجه. پس بریم سیب زمینی رو سرخ کنیم. کم نمک اضافه می‌کنیم و بعد که اینا خوب قرمز و سیاه شدن، سیاه بشه دیگه شام نمیمونه برام. بعد دیگه من سیاه خوبه دیگه، طعم پیاز رو حس نمی‌کنم. بعد هم پیاز بچه‌ها می‌دونن پیاز رو سری فکر نکنم براش مهم باشه. نیست ولی بچه من پیاز دوست ندارم. پیاز با زردچوبه خیلی خوب میشه. قبلا گوجه هم نمیخوردم. چیزی نمیخوردم. یه بار تو ساندویچ هم بود حواسم نبود خوردم، بعد خوشحال شدم. بعدا به گوشتمون اومد بزنیم چون زردچوبه همیشه میگن بوی گوشت میگیره. داره کم کم به درجه مدلاخ هم نزدیک میشه، کم کم داره سیاه میشه. به به خدا آقا من زیاد به به. الان میرسیم به اون مرحله که باید گوشتمون رو وارد. نصرت چی روش بزی میکنه خدایش، خیلی سخته. خب اول بوش که خیلی آشغاله. ببینیم که خوشمزه میشه یا نه. ببین من مراد یه غذایی درست میکنم. گوبم میخوای بزنی؟ آره اون بسید فلفل سیاه اضاف کنیم. وای میرون چه بوی گوشتمه. چیه؟ فلفل قرمزه پاپریکاست. چه رنگی گرفت نه؟ قشنگ. الان غذامون رو تفت بدیم. تفت خیلی مهمه. الان وقت اینه که بریم سیب زمینی همون رو کاش کنیم. ببین کاش کردن سیب زمینی همیشه خیلی سخته، واسه همین من همیشه آسون ترین مدل رو برمیدارم. همینجوری الکی کاش میکنم، جوری که فقط کوچیک بشن، هیچ چیز دیگه برام مهم نیست. اینجوری راحت هم میپزن تازه. خیلیاتون الان برام کامنت میذارید، من میدونم، من افکار شما رو میخونم. کی آخه میاد مرغ با سیب زمینی قاطی کنه؟ مرغ سیب زمینی کسی قاطی نمیکنه. اول ویدیوام گفتم این غذا بندرآوردیه، وگرنه واسه همین اینا رو قاطی میکنم و به نظر خودم خیلی هم خوشمزه میشه. سیب زمینی هم میره داخل فر یا سرخ میکنه بارا اونجا سرخ میکنم، آب قاطی میکنم، بعد مطبخ میشه. آب و سس رو که قاطی کردی قشنگ 40 دقیقه 50 دقیقه غذا بپزه، قشنگ مطبخ بشه. یعنی سیب زمینی میاد روی دهنه اصلا له میشه رو زبونه. الان چی شد که این غذا به ذهنت رسید درست کنم؟ ببین من اومده بودم آلمان، یک ماه اول
که فقط دونر خوردم ساندویچ ترکی، چون که من تنها اومدم با خانواده نیومدم. یک ماه دوم همبرگر، ماه سومم آتو آشغالای بیرون، مثلا چه میدونم از این کیک و چیزای مزخرف، این ساندویچ آماده و این چیزا. ما چهارم گفتم دیگه فایده ای نداره، بعد گیو اپ کنم، بعد برم یه آشپزی یاد بگیرم. و همونجا بود که من چند تا محلول رو با هم قاطی کردم تا دهمین تلاشم مزه خیلی خیلی بدی داشت، ولی از دهمین تلاشم به بعد دیگه طعمش کم کم اوکی شد، یه چیزایی حس می‌کردم. و این شد حاصل از اون همه سختیه که من اونجا کشیدم و اون تنها آزمایش و غذایی که درست کردم و اینجور چیزا. پای خودت بسری سر یک میلیون دلار حاضر دیگه منو پوریار نبینی؟ آقا کسی که الان مثلا بگه نه اون دروغ گفته. حالا ما چند ماه هم دیگه شناختیم، یک ماه خوبه، بعد مثلا این یک میلیون یورو میتونه کل زندگی خانواده منو مثلا تغییر بده. پس حاضرم که اوکی شما رو مثلا نبینم. پوریا پول بیار داخل. اگه یوتیوبری نبود دوست داشتی چه شغل دیگه‌ای داشته باشی؟ آقا من شغل اصلی یوتیوبری نیست، من شغل اصلی مسئول خط تولیدم، خطات ماشین تولید می‌کنم. بچه‌ها یوتیوب رو در کنار اون انجام میدم، امروزم سر کار بودم، واسه همین هفته یه دونه ولاگ داریم. اگر که مثلا یوتیوب شغل اصلیم بود که حداقل تو هر چنل هفته دو تا سه تا ولاگ می‌ذاشتم. من دوست داشتم همیشه یه شرکت برای خودم داشته باشم. شرکت چی؟ مهم نیست، فقط یه شرکتی که مثلا درآمدش خوب باشه و من مدیر اونجا باشم، یعنی صاحب اون شرکت باشم. بعد یه مدیر عامل استخدام کنم خودم بدم بهش قول. بریم سوال بعدی. حالا رابطه جنسی داشتید؟ نه، رابطه جنسی چیه دیگه؟ نمی‌دونم. خیلی بی‌تربیتی. استغفرالله. چرا تسلا خریدی؟ مثلا بی ام و که تولید داخل آلمان بود می‌خریدی ارزان‌تر هم در میاد. کی گفته بی ام و که تولید آلمان گرونه؟ ببین من این تسلایی که خریدم فول آپشنه. کسی 2000 تومان در اومده. اگر می‌خواستم مثلا یه بی ام و سری 4 فول آپشن نو بخرم حداقل 80000 تومان در میومد. یعنی بی ام و خیلی گرون‌تره، ماشین برقی امتیازهای بیشتری داره. و اینکه افت قیمتش هم خیلی پایینه. مرسدس و بی ام و بعد از یک سال 20 تا 30 درصد افت قیمت داری، ولی تسلا اصلا افت قیمت نداره برای مثال. اوه بریم گوشتمون هم یه کوچولو تف بدیم و بعد سیزمینا رو ادرس 420 پی وی پرسیده سایز چنده؟ بگو بیا نشون میدم. لب میگیری؟ نه من فرق میکنم. منم میتونم یوتیوبر شروع کنم؟ آره هر کسی میتونه. کسی بخواد یوتیوبر رو شروع کنه باید ایده جدید داشته باشه، چون ایده های قدیمی الان نمیگیره. بیا اینو بخور. واقعا گفت؟ آره گفت. من بهت گفتم چیز دیگه نه. حسین هم بهت گفت اون روباه تو خیابون حرف زد با اون فوشت داد. چرا باور نکردی؟ یا این روبو بزن اونم گوجه است. گوجه ببین گوجه رو بیا، ولی اگه بد شد دیگه تقصیر خودت. تمام قول میدم خوشحال باش. اولین کاری که میتونی دوباره رو اضافه کنی همه رو اضافه کن که من عاشق سسم. ایفه خوب میریم سراغ اصل کار. من عاشق این سس هم، این روبه گرجه است، ولی خب تو آلمان اینجوریه معمولا. این هم اضافه میکنیم، این هم آدم نداریم که بیشتر از من سس بزنه. یه لیوان اضافهش میکنیم، یه تفت دیگه هم میگیم بچه ها که قشنگ سسه اصلا بره تو آب تخنشین شده. الان دیگه تقریبا کرشتون آماده است، یعنی تقریبا که الان فقط باید مصفوق شد. الان ما درجهش رو مثلا کم میکنیم، میذاریم روی 5 میذاریم که قشنگ 40 دقیقه بمونه. یکم زنا گرفته رو بالا، حدا سرت گاز مال زنا گرفتنه. بابا سه دنیا رو نخور، میگه دنیا دو روزه. آدم میگوزه زندگی دو روزه، یا تو زندگی رو بکن یا زندگی تو رو میکن. قشنگ شدی آقا مهربون. آره یه هر دو بود حساب نداری بعد یادم اومد که زندگی منو زیاد کرده. واچینم از غذامون ما بریم 40 دقیقه دیگه برمیگردیم. Let's go. I don't care where I'm from. Let's destroy your fucking home. اوره عاشق این غذا دوستش هم خیلی خیلی دلیز شد. الان فکر کنم تقریبا 30 دقیقه پخته اینجوری. بریم ببینیم که چه جوریه. یکم سس رو برداریم دسته. عالیه. خودش خیلی خوبه. برنج اونم آماده شد. بعد تو توی پلو پزه پارت خزر خوشگلونه. تبدیل پارت خزر می‌کنی؟ گیر نمیاد تو آلمان. برنج خوشگل و خوشمزه اون که باید روغن کم داره. نکته همین جذابه. این منو امیرخان موسوی. خب. تنبکم بعد بزنیم که وو تعدیق در مورده. بهترین خاطره زندگی بچه که بودم با داداشم یه دونه پراید داشت، بعد با اون پرایده رفتیم مسافرت از جنوب از گناوه تا سمت مشهد، از مشهد هم رفتیم شمال، کل شمال گشتیم. خیلی حال داد. بعد من و داداشم عقب بودیم همش درو می‌کردیم، ولی اون بهترین خاطره زندگی بود. 5 سال دیگه خودتو کجایی؟ 5 سال دیگه فکر کنم تو ویلای خودم، هم خودم هم خانواده‌ام. یوتیوب فکر کنم 1 میلیونی بشیم تو اون موقع، یعنی امیدوارم. اگه اینترنتو بر ندارم فکر کنم تو حسابم مثلا حداقل 1 میلیون یورو باشه، یعنی تو حسابم نباشه خونم 1 میلیون یورو قیمتشه. من دیگه پیش خانواده‌ام و رفت و آمد داریم دوباره. مثلا بود از ویدیو امروز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کن، حتما نظرتون راجع به این شام من در اوردی حتما بنویسید. به این تو قضیه مدارکتون چیه و آیا بازم از این آشپزی براتون بذاریم یا نه. دوستتون دارم تا ویدیو دیگه. بای بای. بیدارت کردم نه؟ نه بول 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 بخشی من بیدارت کردم، معذرت میخوام، من شرمندم.
خوشحال بهت محبت کردم. بچه ها دست من زد خونه بود. آقا مهران چه کرده؟ به به خوشمزه است؟ نمیدونم. برو بینش که آمان مستر تستر مهزیان نسوزی همین خیلی دابه دهنت سهی نیست. خیلی خوشمزه است. توفن باشه خوش سرم بگم بر مزه است میزه. مهران اینکه بیا یه فیلمی با هم بسازیم میام نمه یکی جان با هم بسازیم میام